باورمندی واشنگتن درباره توافق با کابل روی ماندن سربازان آمریکایی در افغانستان، تلاش نافرجام یک انتحار کننده برای رسیدن به شهر کابل، نگرانی از افزایش خشونت ها در برابر زنان در ولایت کندز، هجار امریکا با حکومت موقت و ارتش مصر در برابر بازداشت اعضای اخوان المسلمین، با آغاز بررسی های نخستین سه شرکت هندی برای سرمایه گذاری در افغانستان. سلام، با مشروح خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز جمعه 21 ماه سرطان سال 1392 هجری خورشیدی و 12 ماه جولای سال 2013 میلادی است. ایالات متحده آمریکا باور دارد که درباره حضور سربازانش پس سال 2014 میلادی با حکومت افغانستان به توافق خواهد رسید. فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان با تاکید بر این مطلب میگوید که هرچند ماندن نظامیان آمریکایی پس سال 2014 میلادی در افغانستان بر بنیاد یک توافقنامه خواهد بود، اما کابل و واشنگتن به این توافق خواهند رسید. صالح سادات گزارش میدهد. واشنگتن گزینه‌های را درباره حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان بررسی میکند که گزینه صفر ساختن شمار نظامیان آمریکایی نیز مشمول این گزینه هاست. هرچند نگرانی های درباره صفر ساختن شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان وجود دارند، اما جیمز دابنز فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان که در کنگره این کشور سخن میزد، میگوید که کابل و واشنگتن درباره حضور نظامیان آمریکا در افغانستان پس از سال 2014 میلادی به توافق خواهند رسید. آقای دابنز حضور نظامیان آمریکایی را در افغانستان پس از سال 2014 میلادی یک نیاز می‌داند. بدون یک توافقنامه درباره حضور سربازان ما در افغانستان، نیروهایمان در این کشور پس از سال 2014 میلادی باقی نخواهد ماند. اما ما به این باور نیستیم که نتیجه گفتگوها درباره حضور ما در افغانستان چنین باشد. صفر ساختن شمار نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در کشور احتمال دارد زیانهای زیادی را نه تنها در بخش نظامی بل در بخش اقتصادی نیز برای افغانستان به میان آورد. حضور آمریکایی‌ها در افغانستان حضور نظامی تنها نیست. کمک‌های اقتصادی آمریکا و مراتب بر مردم افغانستان مهمتر از حضور نظامی است. حمایت سیاسی آمریکا از افغانستان و پروسه جدیدی که بعد از 2001 در افغانستان شروع شد، تغییر و تحولی که در زندگی مردم افغانستان آمد، این مهمتر از هر ارزش دیگه بر مردم افغانستان است. به این خاطر است که دولت افغانستان نباید موافقتنامه امنیتی را در گرو خواستهای شخصی خود بگذارند. در حال حاضر روابط کابل و واشنگتن بر سر گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر به تیرگی گراییده است و از همین رو حتی گفتگوها از سوی حکومت افغانستان درباره امضای تفاهمنامه امنیتی با واشنگتن به حالت تعلیق درآورده شده است. ایالات متحده آمریکا پیش از هر تصمیم پیامدهایی از صفر شدن سربازانش در افغانستان را باید پیش بینی کند. جنرال استنلی مکرسل فرمانده پیشین کل نیروهای خارجی در افغانستان میگوید که ایالات متحده آمریکا روی منافع واشنگتن در افغانستان تمرکز کند و باید بداند که منافع آمریکا در افغانستان چیست. این جنرال چهار ستاره آمریکایی از گفتگوهای صلح با طالبان از سوی حکومت افغانستان حمایت میکند و میگوید که نقش حکومت افغانستان باید در این گفتگوها نادیده گرفته نشود. شکیلا ابراهیم خیل گزارش میدهد. گفته های تازه جنرال مکرستال فرمانده پیشین کل نیروهای خارجی در افغانستان. گزارش ها از بررسی ها درباره خروج تمامی سربازان آمریکایی از افغانستان واکنش این جنرال چهار ستاره آمریکایی را نیز برانگیخته است. جنرال مکرستال در تازه ترین سخنانش می گوید که ایالات متحده آمریکا پیش از هر تصمیمی باید روی منافع واشنگتن در افغانستان تمرکز داشته باشد.
به فکر من چیزی که ایالات متحده آمریکا باید روی آن بیشتر تمرکز داشته باشد منافع این کشور در افغانستان است، زیرا ما از 50 یا 60 سال به این سو در سیاست افغانستان دخیل بوده ایم. بنابراین من فکر می کنم که ما نیاز داریم تا تشخیص دهیم که اگر این نیروی آمریکایی در منطقه باقی نماند در آن صورت چی پیامد به دنبال خواهد داشت. این جنرال 4 ستاره آمریکایی گفتگوها را با طالبان برای تامین سال یک نیاز جدی میداند، اما بر افغان بودن این گفتگوها تاکید می‌ورزد. خب، به فکر من این یک امر ضروری است که گفتگوها با طالبان باید صورت گیرد، اما ما باید این را نیز در نظر داشته باشیم که این موضوع آینده ای افغانستان است. بنابراین حکومت افغانستان بر رهبری رئیس جمهور کرزی باید نقش عمده ای را در این گفتگوها داشته باشد. ما نباید نقش حکومت را در این روند نادیده بگیریم. فرمانده پیشین کل نیروهای خارجی در افغانستان برای وجود فضای اعتماد در افغانستان خوشبین است. چیزی که من به عنوان فرمانده کل نیروهای ناتو در سال 2009 میلادی در افغانستان احساس کردم اعتماد بود. اعتماد میان شهروندان افغانستان، اعتماد در حکومت افغانستان و اعتماد در میان نیروهای ائتلاف بود. و من فکر می کنم که این اعتماد سازی و توانایی میان آنان افزایش یافتند. من در حقیقت خوشبین هستم که برای افغانستان باثبات یک فرصت خوبی وجود دارد. و اکنون من فکر می کنم که افغان ها نیاز به متحدین قابل اعتماد دارند، مانند ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی. این گفته ها در حال ابراز می شوند که کاخ سفید اعلام کرده است که گزینه صفر ساختن شمار نظامیان آمریکایی را در افغانستان نیز روی میز دارد. گفته می شود که تصمیم درباره حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 میلادی به زودی اعلام نخواهد شد. در یک حمله انتحاری در بالسوالی میربشکوت ولایت کابل یک تن کشته شد و 3 تن دیگر زخم برداشتند. فرمانده پلیس بالسوالی میربشکوت کابل میگوید این رویداد پیش از چاشته امروز هنگام رخ داد که یک انتحار کننده سوار بر یک موتر در تلاش رسانیدن خودش به کابل بود، اما پس از شناسایی سوی نیروهای امنیتی این بالسوالی مواد انفجاری همراهش را منفجر ساخت. جاوید استانگزی گزارش میدهد. این بار حمله کننده انتحاری میخواست با استفاده از موتر مسافرکشی کابل را آماج قرار دهد. این حمله انتحاری هنگامی رخ داد که یک انتحار کننده سوار بر یک موتر کورولا تلاش داشت تا 3 نفر دیگر را نیز از ولایت پروان به کابل با خود انتقال دهد. اما پس از آن که از سوی پلیس شناسایی شد، خودش را پیش از رسیدن به هدف در منطقه میربچکوت کابل منفجر ساخت. شخص انتحار کننده از بین رفته و 3 نفر مسافرینی که داخل موتر بود تا هنوز هویت آنها تثبیت نشده. اونا با اینا کدام موتر مسافربری بوده یا شخص اونا ممروی از همکار بوده، اما 3 نفر زخمی آمده موتر بود. در موتری که انفجار شده است 4 نفر سواری داشته است که 3 نفر آن زخمی و 1 نفر کشته به جا گذاشته است. هنوز به گونه دقیق روشن نیست که این رویداد برخواسته یک عمل انتحاری بوده و یا هم ماین چسبکی. آدمی چگین قرار کرد در مقاتم درو خواست بیرون برآمد، زمانی که برآمد یک انتحار شد. پلیس ما در ردش بود که مثلا یکی پیش بود یک جسنگ دیش که استاد که استاد که یکی استاد نکرد اما سنه خود فجار داده. در این میان گمان زنی های هم وجود دارد که این موتر در نتیجه ماین چسبکی انفجار داده شده است. شمار زندانیان زن در ولایت کندوز نسبت به پارسال 2 برابر شده است. مدیر زندان ولایت کندوز میگوید 2 سال پیش 20 زن در این زندان زندانی بودند، اما اکنون این رقم به 50 تن افزایش یافته است. وی بی‌سوادی، ناداری و خشونت‌های خانوادگی را از علت‌های اصلی افزایش زندانیان زن در این ولایت می‌داند. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می‌دهد. نگرانی ها از افزایش شمار زندانیان زن در ولایت کندوز. این زندان زنانه ولایت کندوز است، جایی که در آن در حدود 50 زن زندانی هستند و کودکان آنان نیز نزد آنان در زندان هستند. اینگه شش تطبیل مره در نظر بگیرد، در آینده ما توبه میکنیم، بس میکنیم، یک کار نمیکنیم. بودن کودکان در زندان همراه با مادرانشان نگران کننده است. این کودکان چه سرنوشتی خواهند داشت؟ اگر بیاد شما باشه 2 سال قبل تعداد محبوسین اوناس 17 نفر 18 نفر بودند.
امروز ما 46 نفر از طبقه ناس محبوس داریم، متهم و محبوس هستند. دلیل چی است که جرائم در این کشور هنوز در جامعه ما وجود داره؟ یک گرافی رو به رشد داره متاسفانه. با این همه مدیر زندان ولایت کندز میگوید که در حدود 20 کودک این زندانیان که بیشتر از 7 سال عمر داشتند به پرورشگاه برده شدند و مصروف آموزش و پرورش هستند. اما بیشتر از 20 کودک دیگر که کمتر از 7 سال عمر دارند هنوز هم با مادرانشان در زندان هستند. برای این زندانیان حرفه های خیاطی، خامکدوزی و قالین بافی نیز آموزش داده می شود. در حال حاضر در حدود 825 تن در کندز زندانی هستند که از این میان 47 تن آنان زنان هستند. وزارت مبارزه با مواد مخدر از احتمال افزایش کشت کوکنار در ولایت‌های بدخشان، هلمند، فراه و اروزگان خبر می‌دهد. این وزارت می‌گوید که بررسی‌های نخستین نشان می‌دهند که کشت کوکنار امسال در این ولایت‌ها نسبت به سال پار بیشتر خواهد شد. وزارت مبارزه با مواد مخدر ناامنی‌ها و نبود حاکمیت قانون را از علت‌های اصلی افزایش کشت کوکنار در این ولایت ها میگوید. در همین حال فرمانده پلیس ولایت بدخشان هشدار میدهد تا هنگامی که مافیای مواد مخدر و زمینداران بزرگ بازداشت نشوند، کشت کوکنار در کشور کاهش نخواهد یافت. حازم آرش گزارش میدهد. نگرانی ها از بیشتر شدن کشت کوکنار در بخشایی از کشور. وزارت مبارزه با مواد مخدر در گفتگوی با طلوع نیوز میگوید که بررسی های تازه نشان میدهند که امسال کشت کوکنار در 4 ولایت کشور افزایش خواهد یافت. این وزارت ناامنی ها، عدم حاکمیت قانون و حضور گسترده مافیای مواد مخدر را در بیشتر شدن کشت کوکنار در کشور اثرگذار میداند. متاسفانه در ولایت هلمند ما امسال بازم افزایش کشت کوکنار خواهد داشتیم. در ولایت اروزگان افزایش کشت کوکنار خواهد داشتیم و در ولایت فراه افزایش کشت کوکنار خواهد داشتیم. اکنون به نظر می رسد که کشت تولید و قاچاق مواد مخدر گذشته از جنوب در بخشهایی از شمال شرق کشور نیز صورت می گیرد، چنان که گزارش های پخش شده می رسانند که اکنون در شمار از ولسوالی بدخشان کوکنار کشت می شوند. اما پرسش اینجاست که چگونه می توان از بیشتر شدن کشت کوکنار در کشور جلوگیری کرد؟ قسمی که مجرمین کلان ممنوع الخروج می شود در سطح مملکت و عامی مردم باید ممنوع الحرکه شوند در سطح ولایات. فرضاً در یک ولایت بدخشان 10 یا 20 زمیندار کلان برش تو یک موانع ایجاد شود که دیگه به ولسوالی ها گشت به دیگه ولایات رفتن نمی تواند. با وجود تلاش هایی که جامعه جهانی در جریان 11 سال در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان انجام داده است، اما این کشور هنوز هم جایگاهش را در صدر فهرست تولید کنندگان مواد مخدر در جهان حفظ کرده است. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. هواداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر یک بار دیگر بر ادامه اعتراضاتشان تاکید می‌ورزند. این معترضان با گرد آمدن در میدان تحریر شهر قاهره می‌گویند تا زمان بازگشت محمد مرسی به قدرت از اعتراضات دست بر نخواهند داشت. در همین حال ایالات متحده آمریکا به حکومت موقت و ارتش مصر هشدار می‌دهد که از ادامه بازداشت اعضای جنبش اخوان المسلمین دست بردارند. ادامه اعتراضات هواداران محمد مرسی در مصر چالش جدی در برابر حکومت موقت این کشور به شمار می رود. هزاران تن از هواداران محمد مرسی باز هم بر روز جمعه با گرد آمدن در میدان تحریر شهر قاهره دست به اعتراضات گسترده زدند. هرچند این معترضان بازگشت محمد مرسی را به قدرت یک نیاز جدی می دانند و هشدار می دهند که تا زمان بازگشت وی به قدرت دامنه این اعتراضات گسترده تر خواهد شد. اما مخالفان محمد مرسی نیز بر روز جمعه برگزاری اعتراضات گسترده را در بخش‌های گوناگون این کشور برنامه ریزی کردند. در همین حال وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از ارتش مصر می‌خواهد تا به بازداشت اعضای جنبش اخوان المسلمین پایان دهد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا می‌گوید اگر این بازداشت‌ها در مصر ادامه یابند، بیرون شدن این کشور از این بحران کنونی دشوار خواهد بود.
بازداشت های را که ما در چند روز گذشته گواه بودیم البته یک گروه مشخص را هدف قرار می دهد و این کار در مخالفت با روند آشتی ملی است که حکومت و ارتش مصر بعد دنبال آن هستند. از سوی دیگر وزیر خارجه آلمان بر پایان یافتن خشونت ها در مصر تاکید می ورزد و می گوید که محدودیت ها بر محمد مرسی باید از میان برداشته شوند. بحران سیاسی در مصر در حال ادامه دارد که محمد مرسی به روز 3 ماه جولای سال روان میلادی از مقام ریاست جمهوری مصر از سوی ارتش این کشور برکنار گردید و از آن زمان تا کنون با شمار دیگر از مقام های بلندپایه جنبش اخوان المسلمین در بازداشت به سر می برد. و این همچنین گزارش کوتاه دیگر از جهان. گروه 5 به اضافه 1 گفتگوهای هسته‌ای با ایران را بررسی می کند. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید که قرار است نمایندگان ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه و آلمان هفته آینده در بروکسل روند گفتگوهای هسته‌ای با ایران را به بحث گیرند. یک فرمانده ارشد ارتش آزاد سوریه از سوی یکی از گروه‌های شورشی اسلامگرا کشته شد. این عضو بلندپایه ارتش آزاد سوریه هنگام گفتگو با گروه دولت اسلامی عراق در یک نشست به ضرب گلوله کشته شد. گروه فعال دولت اسلامی عراق از جمله گروه‌های اسلامگرای مخالف حکومت سوریه است که گفته می‌شود با شبکه القاعده ارتباط دارد. شمار تلفات سیلاب‌ها و لغزش زمین در بخش‌های جنوب غرب چین به 31 تن افزایش یافت. مقام‌های چینی می‌گویند که در این سیلاب‌ها 1.5 میلیون تن دیگر نیز بی‌جا شدند. و بیننده‌های گرامی، به دامه خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی پس از یک وقفه کوتاه. با این همچند خبر اقتصادی، 3 شرکت هندی برای سرمایه گذاری در بخش‌های ذوب آهن و ایجاد کارخانه سمن در کشور بررسی‌های نخستین را آغاز کردند. مسئولان اداره حمایت سرمایه گذاری‌ها می‌گویند تا کنون 2 شرکت هندی حاضر شدند با سرمایه گذاری اولیه در حدود 120 میلیون دلار کارخانه‌های ذوب آهن در کشور ایجاد کنند. ذبیح‌الله جهانمل گزارش می‌دهد. بر بنیاد معلومات اداره حمایت از سرمایه گذاری ها، 3 شرکت هندی که برای سرمایه گذاری ها در کشور آمادگی نشان دادند، 2 شرکت در بخش ذوب آهن و 1 شرکت دیگر آن حاضر است کارخانه بزرگ تولید سمنت را در کشور ایجاد کند. 3 شرکت هندی در افغانستان بررسی ابتدایی خود آغاز کردند. 2 شرکتشان میخواهد در سکتور ذوب آهن با سرمایه گذاری تقریبا در حدود 100 تا 120 میلیون دلار سرمایه گذاری کنند. در سکتور سیمنت می خواهد که یا سرمایه گذاری کنه. هندی ها در سرمایه گذاری هایشان در کشورهای جهان نسبت به غربی ها کمتر خطر پذیر هستند و ما به خاطر به افغانستان می آییم که به سود خود و مردم افغانستان کار کنیم و بدون شک که مصارف ما نیز در افغانستان برای تولید نسبت به مصارف غربی ها کمتر است. این در حالی است که چند پیش گروهی از سرمایه گذاران هندی برای بررسی فرصت های سرمایه گذاری ها به افغانستان آمدند. مسئولان وزارت تجارت و صنایع میگویند با ادامه رفت و آمد چندین بار سرمایه گذاران هندی به افغانستان احتمال می رود که شمار زیاد از آنان علاقمند سرمایه گذاری ها در افغانستان باشند. با بهره برداری از بند سلما، بیش از 43,000 هکتار زمین در حوزه دریای هریرود آبیاری خواهد شد. مسئولان وزارت انرژی و آب میگویند کار ساخت این بند با کمک هند رو به تکمیل است و قرار است بند سلما تا پایان سال آینده خورشیدی به بهره برداری سپرده شود. اما شمار از باشندگان ولایت هرات میگویند کار ساخت این بند بسیار به کندی پیش می رود و احتمال دارد که تا پایان سال آینده این بند به بهره برداری سپرده نشود. در این باره هم ذبیح‌الله جهانمل گزارش می دهد. با بهره برداری از بند سلما گذشته از تولید 42 مگاوات برق، زمینه آبیاری بخش زیادی از زمین های قابل کشت در ولایت هرات فراهم خواهد شد. مسئولان وزارت انرژی و آب میگویند ساخت بند سلما به مثابه نخستین پروژه بزرگ زیربنایی در حوزه غرب کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. مهم این بند برای ما بیشتر مسئله زراعت است، آبیاری است که میتونه سطح زیر کشت در حوزه هریرود
یا در وادی هر رود به دو برابر افزایش، تا بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده. و ما پیش بینی میکنیم که بعد 45,000 هکتار زمین افزوده میشه که بیش از 200,000 جریب میشه. که بسیار برای زمین اشتغال در هرات مساعد میشه و میتونیم تقریبا آب در هر قسمت از زمین مهار میشه. از هم شمار از باشندگان ولایت هرات هرچند با بهره برداری این پروژه در زمان معین آن خوشبین نیستند، اما میگویند با بهره برداری از بند سلما مشکل کمبود برق در این ولایت نیز به گونه بنیادی حل خواهد شد. خبرهای ورزشی را همکارم سمیر رسا تقدیم میکند. سلام دوستان، به چند رویداد ورزشی خوش آمدید. قطر پیش بینی کرده است 200 میلیارد دلار تا 10 سال آینده در بخش زیرساخت‌های این کشور به هدف برگزاری رقابت‌های جام جهانی 2022 هزینه کند. در این گزارش آمده است به غیر از بخش‌های ورزشی به ویژه ورزشگاه‌ها قرار است حدود 140 میلیارد دلار به زیرساخت‌های حمل و نقل به ویژه مترو، فرودگاه‌ها و جاده‌ها اختصاص داده شود. با گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، با توجه به اینکه قطر دارای افزایش 15% سالانه گردشگری است، قرار است حدود 20 میلیارد دلار نیز در بخش زیرساخت‌های هتل سرمایه گذاری شود. پیش بینی می شود طی رقابت‌های جام جهانی 2022 حدود 400,000 گردشگر به قطر بیایند. این در حالی است که هنوز مشخص نیست آیا این رقابت‌ها در زمان سنتیش برگزار خواهد شد و یا در زمستان. سران باشگاه سیتی در نظر دارند تا برای پیشبرد برنامه‌های جنجالیشان برای خریداری کریستیانو رونالدو دست به کار شوند. این روزها مانوئل پلگرینی، اولین سرمربی رونالدو در رئال که هدایت سیتی را در دست دارد، و سران این باشگاه انگلیسی آمادند تا پیشنهاد با دستمزد خالص سالانه 18 میلیون یورو را به کریستیانو بدهند. این در حالی است که در هفته‌های اخیر سران منچستر یونایتد هم تلاش‌های زیادی برای به خدمت گرفتن رونالدو انجام دادند. رکابزن آلمانی فاتح مرحله 12 رقابت‌های باسکل‌رانی تور دو فرانس شد. مارسل کتل در رقابت تنگاتن توانست زودتر از مارک کواندش باسکل سوار انگلیسی به خط پایان برسد و فاتح مرحله 12 رقابت‌های باسکل سواری تور دو فرانس شود. کتل تاکنون 3 مرحله از مجموعه مراحل تور دو فرانس امسال را فتح کرده است. پیروهن طلایی این رقابت‌ها که نشانگر ورزشکار برتر در کل مراحل است، بر تن کرنس فروم ورزشکار انگلیسی است. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان می کند. فردا کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 30. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 24. جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 29. و سرانجام شهر هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 27. این بود خبرهای این ساعت. خدا نگهدار.